کهکشان همسایه ماست، آندرومدا، عکسی که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده. این هم نخستین تصویر ترسیم شده از این کهکشان در 1000 سال قبل. کاری از عبدالرحمن صوفی، ستاره شناس و ریاضیدان ایرانی در کتابی به زبان مسلط آن روزگار یعنی عربی به نام صورالکواکب به معنای پیکرهای ستارگان. صوفی زاده شهر کهن ری بود در روزگاری که این شهر پس از سالها فرمان روایی خلفای عرب تحت حکومت سلسله مستقل از ایرانیان اداره می شد. علاقه صوفی نورهای درخشانی بود که شبها بر آسمان می دید. او برای کشف رازهای کیهان به تحصیل پرداخت و استاد ریاضی و ستاره شناسی در حکومت عزالدوله دیلمی شد. صوفی توانست نگاه ستاره شناسان را به آسمان دگرگون کرده و نظرات اشتباه دانشمندان پیش از خود مثل بطلمیوس یونانی را تصحیح کند. کتاب صورالکواکب حاصل سالها تلاش علمی او درباره اجرام آسمانی است. ترسیم صورت‌های فلکی یا همان مجموعه ستارگانی که از زمین کنار هم به نظر می‌رسند و به همین دلیل نام‌هایی مخصوص به خود گرفتند. مثلا مجموعه ستارگانی که به صورت فلکی عقاب مشهورند و این تصویر زیبا را هابل از آن ثبت کرده. صوفی این اجرام را با فاصله گذاری مشخص و اندازه‌گیری شده کنار هم گذاشت و اینگونه صورت فلکی عقاب را ترسیم کرد. این هم صورت فلکی دب اکبر است به قلم صوفی و تصویر واقعی آن با دوربین هابل. این یکی صورت فلکی برساوش است در کنار تصویر ثبت شده اش با تلسکوپ. و صورت فلکی ماکیان یاقو یا صورت فلکی اسب بالدار. اینجا صورت فلکی دو پیکر یا جوزا را می‌بینید و اینجا صورت فلکی دلفین را. صوفی با ابزارهای ابتدایی اجرام آسمانی را رصد و میزان درخشندگی، رنگ و موقعیت آنها را در کتاب خود ذکر کرده. او توانست 1018 جرم آسمانی را همراه با ویژگی‌هایشان ثبت کند که برخی از آنها برای نخستین بار توسط او رصد شدند. جدای از رصد کهکشان آندرومدا یا همان زن بر زنجیر که او نخستین کاشف آن است و 650 سال بعدش سیمون ماریوس آلمانی آن را از تلسکوپش می‌بیند، صوفی گزارشی هم از وجود کهکشان ابر ماژلانی بزرگ در آسمان داده است. و قومی گفتند که در زیر سهیل دو کوکب است که قدم‌های سهیلند و در زیر قدم‌های سهیل کواکب نورانی سپید است و بطلمیوس از این هیچ نگفته و ما ندانیم که این سخن بر حق است یا باطل. عبدالرحمن صوفی امروز از مهمترین ستاره شناسان علم نجوم پیش از دوران مدرن است. کتاب او سالها پس از مرگش توسط خواجه نصیرالدین طوسی به فارسی برگردانده شد و ترجمه های مختلف از کتابش هم در مجامع بین المللی مورد استفاده قرار می گرفت. انجمن بین المللی نجوم به پاس تلاش‌های او دهانه‌ای در ماه را به نام دهانه صوفی نامگذاری کرده تا یادش را گرامی بدارد.